خب سلام به همگی. من از آقای مجید سلیمانی خواهش میکنم که ویدیوشون رو باز کنند تا جلسه رو انشاءالله شروع کنیم در همین لحظه. خب خیلی ممنونم مجید جان. سلام عرض میکنم به همه دوستانی که در اینجا در زوم حاضرند و همه عزیزانی که در فیسبوک به طور زنده ما رو میبینند. برای اینکه وقت رو هدر ندیم، من میخواستم یه معرفی بکنم از مجید سلیمانی. واقعیت این است که من هیچی برای معرفی ندارم، همونجور که خود غریبی در جهان چون شمس نیست، هیچ غریبی هم در جهان مثل مجید سلیمانی نیست. مجید سلیمانی رفیق فیسبوکی ما، ساکن در پاریس، از علمایی است که هم شمس و مولانا رو خیلی خوب میشناسد، هم در قرآن پژوهی تسلط دارد و بسیار به فنون و پیچ و خمهای ماجرا وارد است. لذا من زیاد پرچانگی نمی کنم اونجا، فقط برای دوستانی که اینجا حاضرند عرض کنم که صبح وقت پرسش و پاسخ اگر سوالی دارید لطفاً در اون قسمت پایین صفحه گوشه سمت راست صفحه زوم شما جایی دارید برای پرسش و پاسخ Q&A، اونجا لطفاً این رو سوالتون رو وارد کنید و بعد موقعی که جلسه تمام شد میتونید مستقیماً من اجازه بدم که سوالتون رو صوتی بپرسید و وارد بحث بشید. من میدان رو و گوی رو و چوگان رو و همه چیز رو واگذار میکنم به مجید سلیمانی که صحبتش رو آغاز کند و برود سراغ اسلاید ها و سخنانی که میخواد امشب با ما در میان بگذاره. خیلی ممنونم مجید جان، خوش آمدی این گوی رو. خیلی ممنون داروش جان، خیلی محبت کردی. سلام عرض میکنم به تو و به همه دوستان و ممنون از این لطفی که داشتی و این دعوتی که به عمل آوردی و ممنون از همه دوستانی هم که به هر حال ممکنه که حضور داشته باشن. خب بله، منم مقدمه‌ای ندارم به واقع، میتونیم مستقیم بریم سراغ حکایت شمس و اینکه خود غریبی در جهان چون شمس نیست. خب خودت میدونی وقتی که در واقع پری روز ناگهان این صحبتش پیش اومد، اولین چیزی که به خاطر ما رسید در مورد این که در مورد چی اگه در قرار در مورد شمس مولانا صحبت کنیم، به نظر اومد که در مورد شمس بگیم و بعد و خصوصا در مورد این غریبی او در جهان. و البته این خب کلام به خود مولانا است و قصد ما هم البته اینجا برای نیستش که واقعا بیایم در مورد این سعی کنیم غربت رو دایی کنیم یا بگیم که مثلا این غریبی از چه روست، بلکه سعی می‌کنیم در مورد اطراف اون صحبت کنیم. به هر حال به قول مولانا میگفت لیک تمثیلی و تصویری کنن تا که دریابد ضعیفی عشقمند. البته من خودم رو میگم یه ضعیفی عشقمند که علاقمنده به این مباحث، به این موضوعات، و فکر میکنیم که بیان به این بپردازیم که چرا و از چه منظر در واقع مولانا به او مینگریسته و او در مولانا مینگریسته، تا حدی سعی کنیم که ببینیم که تا مختصری خواهد بود البته که رابطه اینها چگونه بوده و خب به هر حال سعی کنیم که شمس رو و مخصوصا حالا آثاری که از او باقی مونده، البته مهمترین اثرش که خود مولاناست ولی از او که بگذاریم خود مقالات رو بشناسیم. من فکر کردم که تو این فاصله شاید به واقع که صحبت شد ابتدا قصد برای نبود که واقعا اسلاید چیزی تهیه کنیم، ولی بعد فکر کردم که خب حالا از امکانات استفاده کنیم این و یک اسلایدی بیاریم که شاید بهتر باشه و دیدنش ساده تر باشه. من این رو اجازه بدید که پخش کنم ببینم آیا و به من بگید که آیا دیده میشه یا نه. بله دیده میشه. بله دیده میشه، بسیار عالی. خب اونچه که من در موردش صحبت خواهم کرد برای به هر حال دقایق اول، شاید نیم ساعتی، نمیتونم یه ذره بیشتر، و بعد در خدمت دوستان خواهم بود. ابتدا از خود کلام مولانا آغاز میکنیم، خود غریبی در جهان چون شمس نیست، بعد کمی از خود شمس خواهیم گفت چطور در خود آثار مولانا منعکس میشه، و بعد در ذکر حال دیگران قرار رمز ذکر حال دیگران، بعد در مورد یه مقدار وجه تاریخی حضورش در قونیه از دیدار شمس مولانا که این همه افسانه در واقع اطرافش بوده و من یک نظر خاصی در این مورد دارم و برداشت خودم رو میارم و میگم که در واقع این چه مسائلی رو ایجاد کرده و به هر حال برداشت من از این قضیه چیست.
در مورد نوع رابطه اینها، دوستی آینگی که داشتن، در مورد بعد از اینکه شمس به واقع ناپدید شده، آیا ما از او هیچ اثری در جای دیگه دیدیم یا نه، یا به کل هیچ اثری ازش نیست. خب در این مورد که یافته هایی هست در اون مورد صحبت میکنیم، یعنی در مورد وفات و مرقد شمس، بعد این مقدار در مورد خود مقالات، بحثی در مورد اینکه چقدر واقعا مقالات نزدیک هست با مثنوی و دیوان، چطور تأثیر گذاشته بر مثنوی و دیوان، در این مورد من مثال هایی خواهم آورد. یعنی در مورد بسامد کلمات در مقالات شمس که خب نشون دهنده در واقع نوع دغدغه خاطر شمس هم خواهد بود، و در نهایت یکی دو نکته دیگر در مورد اینکه منابع دیگر خارج از حلقه مولویه در مورد مولانا چه گفتن. خب اول از همه مولانا، میدونید اگه قرار بود کسی به راستی شمس رو معرفی کنه، خب مولانا بود، به خاطر زبان گویایی که داره و البته به خاطر تجربه مستقیمش، به خاطر به هر حال کسی که تمام این تأثیر رو تأثیر از او گرفته و این تعامل با او داشته. ولی مولانا به هر حال خودخواسته نخواسته که این رو بیان کنه. در حدود ابیات ابتدای در واقع ابیات ابتدایی مثنوی، حدود ابیات 100، جایی است که مولانا شروع میکنه از شمس گفتن. یک حکایتی است در مورد عشق و بعد سخن به آفتاب میرسه و این مولانا رو یاد شمس میندازه و بعد شروع میکنه از شمس گفتن، ولی هی بگه نگه با خودش یک گویه با گویه ای داره و در نهایت میگه که خود غریبی در جهان چون شمس نیست. کاتب فراموش کرده بود در جهان رو بیاره در کنار بود. خود غریبی در جهان چون شمس نیست، شمس جان باقی کش امس نیست. اینجا که من این غروب میگم، امس در خارج اگرچه هست، فرد میتوان هم مثل او تصویر کرد. شمس جان کو خارج آمد از اسیر، نبودش در ذهن و در خارج نظیر. در تصور ذات او را گمونج کو، تا در آید در تصور مثل او. چون حدیث روی شمس الدین رسید، شمس چارم آسمان سر در کشید. یعنی پنهان شد، واجب آید چون که آمد نام اون شهر کردن، رمزی از انعام اون. این نفس جان دامنم برتافته است، بوی پیراهان یوسف یافته است. که از برای حق صحبت سالها، بازگو حالی از آن خوشحالها. تا زمین و آسمان خندان شود، عقل و روح و دیده صد چندان شود. لا تکلفنی فانی فی الفنا، کلت افهامی فلا احصی ثنا. باید که من رو به سختی ننداز، من اصلا هوشیار نیستم که در مورد شمس سخن بگم. کل شیء قاله غیر المفیق، ان تکلف او تسلف لا یلیق. آدم غیر هوشیار هر آنچه که بگه، چه با احتیاط بگه، چه لاف بزنه، بی پروا بگه، در هر حال هر آنچه که بگه در واقع لایق نیست، مناسب نیست. من چه گویم یک رگم هوشیار نیست، شرح آن یاری که او را یار نیست. یعنی نظیر نداره. شرح این هجران، این خون جگر، این زمان بگذار تا وقت دیگر. اما راضی نمیشه، در واقع اون جانش که دامن این رو گرفته میگه که قال اطعمنی فانی جائع فاعتجل فالوقت سیف قاطع. که به من طعام بده، به من بگو، از احوالات شمس بگو. و در نهایت و تشویقش میکنه، صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق، نیست فردا گفتن از شرط طریق. و مگر خود مرد صوفی نیستی، هست را از نسی خیزت نیستی. و باز پاسخ مولانا است که در واقع هر دوش که مولانا است، ولی این همچنان که گفتیم در واقع این سخن خود اوست با خود او و این کش و کش که داره. گفتمش پوشیده خوشتر سر یار، خود تو در ضمن حکایت گوش دار. خوشتران باشد که سر دلبران، گفته آید در حدیث دیگران. گفت مکشوف و برهنه بی غلول، به واقع بدون پرده پوشی. باز گو دفع مده ای بلفزور، پرده بردار و برهنه گو. که من می نخسبم با سنم با پیرهن. گفتم ار اوریان شود او در عیان، نی تو مانی نی کنارت نی میان. آرزو می خواه لیک اندازه خواه، بر نتابد کوه را یک برگ کاه. آفتابی که از این عالم فروخت، می افروخت اندکی گر پیش آید جنب سوخت. فتنه بود
آشوب و خونریزی مجو، بیش از این از شمس تبریزی مگو. یه مقدار بلند بود ولی من فکر می‌کنم ضرورت داشت بخونیم تا ببینیم که به راستی مولانا نظری که در مورد شمس داره و به ما میگه چیست. خب خود مولانا میگه که اصلا قابل توصیف نیست شمس و دیگران همون نقلی که ازش کردن کم و بیش چنین است. بنابراین ما باید به قول گفتنی انتظار خودمون رو تنظیم کنیم، یا به قول مولانا گفتش که آرزو میخواد که اندازه خواه، اون چرا که ما در مورد شمس خواهیم گفت. اما دیدیم که مولانا میگه خودتو در ضمن حکایت گوش دار. واقعیت اینه که اگر این بیت صدوم ابتدای مثنوی است، از همون ابتدا که مولانا در مورد در واقع اصلا مثنوی رو آغاز میکنه، به کرات به صورت پنهان به نوعی در وارد و در مورد شمس داره صحبت میکنه. و اون کسی که به هر حال مثنوی رو بخونه این رمزها رو میگیره. من مثال میزنم، همون ابتدا حکایت اول که داستان ابتدایی در مورد کنیز و زرگر و طبیب روحانی، وقتی میگه شهر به جای حاجیان ببخشید حاجبان پا پیش رفت، پیش آن مهمان غیب خیش رفت، هر دو بحری آشنا آموخته، هر دو جان بیدوختن بردوخته. خب این حال حکایت شمسه. یا مثلا فرض کنید که همونجا وقتی که این رو میگه، مولانا شروع میکنه از ادب گفتن، از ضرورت در واقع رعایت ادب. شما اگر خیلی از شروع رو ببینید، مثلا میگن که مولانا اینجا ضرورت میبینه به عنوان به هر حال یک معلم روحانی در مورد اهمیت ادب صحبت کنه، ولی واقعیت اینه که حالا اون که هست، در کنار اون مولانا یاد شمس کرده همچنان. یعنی در واقع همه اون اتفاقاتی که در مورد شمس افتاد و اون بی‌ادبی که شد در حق او، و او در نهایت در واقع او رو جمع رو ترک کرد. ببینید شما وقتی این رو میخونید میبینید که بی‌ادب تنها نه خود را داشت بلکه آتش در همه آفاق. و وقتی که اون حکیم میاد، تمام این در واقع توصیفی که از اون میکنه باز در باب شمسه. ای لقای تو جواب هر سوال، مشکل است و حل شود بی قیل و قال، ترجمانی هرچه ما را در دل است، دستگیری هر که پایش در گل است. و نظیرم در حکایت وزیر جهود که بعد از اون میاد، وقتی میگه آن امیران در شفاعت آمدند و آن مریدان در شناعت آمدند، باز ببینید تجربه شخصی خودشه و اون کاری که مریدان به قول سلطان ولد مریدان مرید در حق شمس کردن. و شما همین رو ادامه بدید، به طور دائم این نشونه ها رو پیدا میکنید. وقتی مثلا قصه آبگیر رو میگه، در حالا من از دفتر اول بیام تو دفتر دوم، یک حکایتی است که این ماهی، یک ماهی عاقل هست که به هر حال اون آبگیر رو ترک میکنه. میگه رفت اون ماهی ره دریا گرفت، راه دور و پهنه پهنا گرفت. بعد در این میان اون ماهی دیگر، به قول خودش ماهی نیم عاقل، افسوس میخوره. باز شما اینها رو پیدا میکنید. گفت آه من فوت کردم فرسرا، چون نگشتم همراه آن رهنما، ناگهان رفت و ولی کن چون که رفت، می ببایستم شدن در پی به تفت. میبینید باز دریغی است در مورد اون یاری که بود و رفت، اون رهنمایی که رفت. و همینطور تا دفتر ششم، شما ببینید تو داستان امرالغیث، تا چه گفتش او به گوش از عشق و درد، همچه خود در حال سرگردانش کرد، دست او بگرفت و با او یار شد، او هم از تخت و کمر بیزار شد، تا بلاد دور رفتند این دو شه، عشق کرت نکرد است این گناه. خب وقتی که این چنین در واقع مولانا حکایت شمس رو در داستان‌های دیگه در ضمن حکایات دیگه میاره، و چرا در ضمن حکایات دیگه میاره، یه جای دیگه هستش که در مورد حسام الدین میگه جز به رمز ذکر حال دیگران، شرح حالت می نیارم در بیان. چرا؟ چون به خاطر همون در واقع تجربه تلخی که داشت، که وقتی که به صراحت گفته بود این، یا نشون داده بود، به هر حال موجب شد که شمس بره. لیک از چشم بد زهرا آبدم، زخمهای رو فرسا خوردم. خب تو یکی از این هاست، تو یکی از این حکایات هستش که به آمدن شمس، بدون این که هیچ اشاره بکنه، نامی بیاره، عنوانی براش بیاره، از منظر من، یعنی بر طابق برداشت و گمان من هستش که به اون اشاره میکنه و من به اون خواهم رسید. منتها در این فاصله یک مقدار از تاریخ بگیم که اصلا شمس کی به قونیه میاد و کی میره. خب همینطور که میدونیم سالهای در واقع سال 642 قمری است که میرسه، سال 643 ترک میکنه قونیه رو بار اول، یعنی غیبت اولشه، سال 644 میاد و سال 645 میره.
در مورد این در واقع تواریخ اطلاعات گاهی اوقات مغشوشی در منابع اومده، بعضیشون خیلی روشنه، مثلا اصلا به طرز عجیبی مثلا تاریخ روز ورودیش تا به قول افلاطون میگه که مولانا مثلا به دست خودش جای نوشته بود یا دستور داده بود که بنویسن به حسام الدین، ولی در مورد بعضی از اینها مشخص نیست. به هر حال میبینید که من این تاریخ ها رو آوردم و در این حال تاریخ شمسی رو هم کنارش گذاشتم که به صورت تطبیقی کمک میکنه که بفهمیم اینها کی بوده. چون که یک شواهد جانبی هم داره، ما از این شواهد جانبی که مثلا وقتی اشاره میکنه به در غزلهاش اشاره میکنه گاهی اوقات مثلا به فصل یا اتفاقاتی که در مورد شمس رخ داده که مثلا زمستان بود اینطور بود، ما از روی اینها میفهمیم که در نهایت حدود دوره اقامت شمس در قونیه چقدر بوده، چه مدت بوده. همطور که گفتیم در کل بار اول مثلا در طول این دوره 4 ساله، ولی اقامت اول حدود 16 ماه، اقامت دوم که بیشتر مقالات شمس در این دوره دوم نوشته شده، یعنی در واقع ضبط شده، باید بگیم در این دوره حدود 11 ماه و کلش حدود 3 سال طول کشید. و بعدم که خب دیگه در واقع غیبت شمس و باز مولانا یک جایی دیگه هیچ وقت مثل اون بار اول که خوندیم وارد نمیشه، یعنی در واقع از شمس به اون شکل نام نمیبره، ولی گاهی اوقات به اون بست رو نمیده. ولی به مثال وقتی که یک جایی دوباره یادش میفته میگه که باز گرد شمس میگردم، عجب هم ز فر شمس باشد این سبب. این فر شمس هم نکته‌ای داره، 100,000 بار ببریدم امید، از که از شمس این شما باور کنی، تو مرا باور مکن که از آفتاب صبر دارم من و یا ماهی زاب. اما اگه برگردیم به اون اولین دیدار، ببینید این نکته مهمی است که اساسا آیا شمس و مولانا پیشتر همدیگر رو میشناختن نمیشناختن. شما حتی بزرگترین در واقع مورخان ما رو، مولانا شناسان ما رو با اوقات نگاه بکنید، میبینید که در یک حکایتی که به طور دائم تکرار شده که این دیدار ابتدایی شمس و مولانا است، همیشه این سوال بوده که اینها شمس رسید و سوالی کرد از مولانا در مورد ابایزید که من اشاره خواهم کرد، اینها چه گفتن؟ به نظر میاد که خیلی نکته ساده است. من میخوام که در مورد یک کم بیشتر بحث بدم و بگم که حداقل از منظر من چطور بوده. اول از همه اینو بگیم که ما به هر حال شواهد چندی داریم که شمس و مولانا از مدت‌ها قبل دیداری داشتن. شمس تو مقالات میگه که از مولانا به یادگار دارم از 16 سال که میگفت که خلائق همچو اعداد انگورن. عدد از روی صورت است. چون بفشاری در کاسه آنجا هیچ عدد هست. خب شما ببینید این رو میگه، خیلی جالبه که میگه حتی اینو به یاد دارم، یعنی سخنی بوده که این رو از 16 سال پیش در خاطرش مونده بوده و ما این رو خواهیم دید که این تأثیر و تأثیر همواره دو سوی است. مولانا از شمس اینو میگرفته و شمس هم همینطور از او، به قول خودش جای دیگه مثل مطرب و ساقی، مطرب و ساقی این بدین و آن بدان آرد شتاب. و در مثنوی اینو میگه، اولا اخوان شدن یا اولا اخوان شدن آن دشمنان، همچون اعداد عنب در بوستان، صورت انگورها اخوان بود چون فشردی شیره واحد شود. چرا میگم؟ یعنی که اون چرا که شمس گفته ما نشونش رو در مثنوی پیدا میکنیم. خب اگه 16 سال قبل از آخرین مصاحبت شو با شمس ببینیم، میبینیم که میشه حدود سالهای 629 و مولانا اون موقع اصطلاحا یک طالب علمی بوده در حلب و دمشق و در مورد شمس هم در احوالاتش اینو میبینیم که همون سالها در اونجا ها بوده، بنابراین اینها در اونجا دیداری احتمالا داشته باشن. جای دیگری میگه با کسی کم اختلاط کنم، کلن کمان روحیه شمسو میشناسیم، بسیار اهل اختلاط نبوده، با چنین صدری، یعنی مولانا، جای دیگری هم بهای ولد رو میگه صدرزاده، با چنین صدری که اگر همه عالم را غلبیر کنی نیابی، 16 سال بود که سلام علیک بیش نمی کردم و رفت. می‌بینید یعنی اون موقع، یعنی ظاهراً مولانا رو هنوز شایسته اختلاط با خودش نمی‌دید، اون رو هنوز همچنان پخته نمی‌دید، ولی این اشاره به 16 سال خیلی جالبه. جای دیگه‌ای هم همینطور داره، حتی سخنی هست میگفت که چرا 16 سال صبر کردم. ببینید این بس نشون میده که در واقع اصلا نظری داشته به مولانا از دور به هر شکلی، ولی در او این قابلیت رو می‌دیده، ولی در انتظار فرصت بوده که بیاد و او رو سید کنه، و چنان که خواهیم دید مولانا هم او رو سید کرده.
از شمس که بگذاریم که گفتیم شواهد دیگه هم داره، خود یکی از نامه های مولاناست به قاضی عزالدین که قاضی قونیه بود و این نامه خیلی خیلی جالبه که اشاره‌ای به او هم در خود مقالات شمس هم هست. البته این نامه اصلا کلا در مقالات شمس اومده، ولی ابتدا فرض بر این میشد که این نامه خود شمسه، بعد بهتر خونده شد و معلوم شد که این در واقع نامه از سوی مولاناست خطاب به قاضی عزالدین. متأ میگیم که شمس نسبت به قاضی عزالدین خیلی انتقاد داره. حالا من اونجا مولانا میگه که مولانا عزالدین را معلوم باشد که این ضعیف به دعای خیر مشغول است، به هیچ آفریده اختلاط نمی‌کند. ببینید اونجا شمس میگفت که کسی اختلاط نمی‌کنه، اینجا مولانا. چون احوال هر یک را به خدمت عرضه کرده باشد. لیکن درویشی عزیزی زنده دلی هست، چنان که مولانا اگر بر حقیقت حال او مطلع گردد، دانیم که او را به نظری نگرد که در تعظیم جانب او باقی نگذارد. بعد میگه و از مدت 10 سال پیش اینجا داعی را به خدمتش آشنایی و دوستی بوده است و چون به دمشق رفتیم آنجا نیز هم دوستی ظاهر می بود. پس میبینید که باز اشاره اینجا اشاره‌ای که داره اشارهش در واقع به شمس مطابق همه قرائنی که از این متن برمیاد. و من دوست دارم که یه قسمت بعدش هم بخونم. ببینید همه مرغان را سیمرغ فرو می نگرد، دون همتی و فرومایگی ایشان می بیند، اما باز را همتی می بیند و تواضعی می بیند و جوهری سایه لطف و نظر بر او می اندازد. آن دیگران پرند ساعتی و خود فرو افتند. اگرچه باز را آن قوت نیست که سیمرغ بیند، اما تأثیر نظر سیمرغ باز در خود لطیفه ها می بیند. صیادی شیری صید کرد و سگان بانگ می کنند، باید که آن سگان را بانگ برزند تا شیر نرمد و در بیش نرمد. خیلی مهمه این متن به خاطر اینکه این در زمانی نوشته شده دیگه، مثل مثنوی یا مثل آثار دیگه نیست، در زمانی نوشته شده که شمس در قونیه بوده و مولانا نامه ای نوشته به قاضی عزالدین در واقعی که اصلش یه مقدار پنهان مشخص نیست، این روشن نیست، ولی به هر حال یک اختلاف پیش اومده بوده، گویا شکایتی کرده بودن از شمس و اون یه شواهدی رو صدا کرده بوده و شمس هم میگم تو میگه که میگه من باید به این قاضی بگم که حرف هر کسی رو گوش نکنه و این قضاوت‌های معلول نکنه به این ترتیب. اینه که ما اصل قضیه رو نمی‌دونیم، ولی این کلام مولانا به هر حال واقعا قابل توجه و اینکه از نظر مولانا در واقع شیری صید کرده. ببینید این دفعه این مولاناست که به گویی اونو صید کرده، یا به واقع شمس رو سیمرغی می‌بینه که به واقع به باز وجود مولانا نظر کرده. خب پس ما این شواهد رو داریم. در روایت‌های افلاکی هم اومده که میگه مثلا در کوره در شهرستان دمشق اینها یه جایی هم دیگر دیدن اینطور بودن. و باز مسائل دیگه، مثلا فرض کنید که یه جایی هستش که مولانا در مورد مثلا شیخ ابراهیم میگه از نزدیکان مولانا و اشاره میکنه که من این رو از خیلی وقت که میشناسم. پس نشون میده که حداقل از یک آشنایی پیشین به هر شکل، حالا یا از نزدیکانش از این ور یا از اون طرف، در کجا بوده اینها به هر حال مقدار محل ابهامه، ولی این بوده. خب حالا اگر ما این یک نکته اینو اگه ما داشته باشیم، وقتی میرسیم سراغ برخورد این دو، میبینیم که خود شمس روایت میکنه و خب این معتبرترینه، چون در جاهای دیگه آوردن سپهسالار آورده، افلاکی آورده، ولی خود شمس روایت میکنه که پس از وقتی من اولین کلامی که من از نظر من البته بعد از اون سالیان که میگه من اولین کلامی که به شمس به مولانا گفتم همین حکایت در واقع بایزیده، منتها اون به هم طریق در واقع شمس فوق‌العاده زیبا بیان میکنه و میگه که وقتی من این کلام رو بهش گفتم، مولانا از این کلام مست شد و این از سر پاکی درونی او بود. بعد میگه و من از ذوق مستی او لذت آن کلام را دریافتم و خود پیشتر از ذوق آن کلام غافل بودم. باز شما ببینید این آینه های رو در رو. به هر حال در سپهسالار هم همین حکایت رو میگه که بله، وقتی که در واقع شمس اومد سراغ مولانا و گفتش که همین حکایت بایزید که خیلی گفت اشاره کردن دیگه، و اون اینه که در واقع بطور بایزید مثلا برگشته گفته که ببخشید میگه که سبحانه که ما عبدنا، که مثلا فرض کن که چطور بایزید همچو ادعایی داشته که گفته که ببخش، این در واقع پیامبر اینجوری میگه که خداوند ما تو رو اونجور که باید نشناختیم، ولی بایزید چنین ادعایی داشته که میگه که من حتی در واقع وجود من از خداوند پره.
و بعد چرا متابعت نکرده به اون اصطلاحی که شمس بسیار بسیار استفاده میکنه. و بعد البته مولانا یک پاسخی داده. اون کسانی که اینها رو در واقع گفتن و بعد حتی معاصرین هم که در مورد مولانا و شمس نوشتن همه گفتن که این کلام خیلی عجیب نیست، یعنی بین واقعا هم همینطوره، یعنی وقتی شما در واقع این متون صوفیه رو بخونید، متون تصوف و عرفان رو میخونید، امثال این نوع گفتگوها بسیاره، یک چیزی نیست که بگین واقعا یک کسی سائقه وار یک کسی رو فرو بگیره. من حداقل برداشت من چنین است. و ولی مدت و بعدها مثلا میبینیم هر مرحله مرحله که میاد، مثلا در مناقب العارفین که دیرتره، اون مثلا میگه که از هیبت این مولانا فرو افتاد، یا مثلا چطور شد نعره به زد بیهوش شد. بنابراین هی این به صورت در واقع افسانه آمیزتری اومده. اما واقعیت اینه که وقتی شما مقالات شمس رو میخونید، به طور دائم به این نکته برخورد میکنید که شمس خیلی درگیری داره با بایزید، یعنی به طور دائم از بایزید انتقاد میکنه و همچون که گفتیم میگیم در متابعت نیست و اینها. و من مثلا مثال هاشو براتون شما یک دو تا مثال بیارم. یک حکایتی هستش که در مثنوی هم اومده، خبر دادن بایزید از آمدن ابوالحسن خرقانی، که بایزید میره به اون دیه خرقان میرسه و میگه که از اینجا یک عارفی برمیخیزه که از من درجاتش مقاماش بیشتر، مقامات بالاتری داره. مولانا وقتی این رو میاره اینقدر یعنی کلامش ذوق داره و یک اوجی میگیره، گرمی میگیره که به راستی آدمی این رو حس میکنه. و من در حاشیه بگم که علامه همایی که خودش هم در واقع یه جایی هستش که یک مثنوی شخصی داره و وقتی که به اینجا رسیده اونجا اون خطاب به مولانا نوشته، این کلام مولاناست اونجا: خون داریم جمال مهتری که لب ما خشک و تو تنها خوری، ای فلک پیما یه چست چست خیز دان چه خوردی جرعه بر ما بریز. اونجا علامه همایی خطاب به مولانا میگه، یعنی میخوام بگم ذوق مولانا بر مثلا علامه همایی هم زده. و بعد اونجا پشت سرش نمیشه الله الله الله، یعنی چنان مورد تحت تأثیر قرار گرفته. خب شما فکر کنید همین حکایت رو که مولانا این چنین باش برخورد کرده، وقتی که شمس باش برخورد، شمس حتی شاهدی گرفته در این که میگه که خود بایزید واقف که از کاملان نیست و گفته که بعد از من کسانی میان مثلا در اینجا که از من کاملترن، چند درجه بالاترن. یک جای دیگه مثلا برمیگرده میگه که چون در مورد بایزید میگفتن سلطان العارفین، میگه این حتی سلطان هم نیست، ببخشید امیر هم نیست، سلطان کدام؟ ببینید کو متابعت محمد، باز همون نقد رو داره. و هم مثل این، خب مولانا که هیچ وقت اینجور نیست، یعنی مولانا یک نگاهی داره خیلی خیلی در واقع وحدت جو، یک نوع شفقتی داره، یک نوع اینها رو همه رو مثل امواج دریا میدونه، مثلا شعاع نور از یک جا میدونه. اصلا هیچ وقت شما در هیچ جای مثنوی نمیبینید که نسبت به یکی از منظر خودش در واقع به هر حال این اولیا هیچ نقدی داشته باشه نسبت به مثلا معاصران داره، ولی در مثنوی چنین نیست و در جای دیگه. خب پس ما میتونیم ببینیم که گویی اینجا یک اختلاف نظری ظاهرا هست. حالا اگر فرض بر این بذاریم که اینها همین اختلاف رو از اون دوره 16 سال پیش داشته باشن، بلکه اون موقع هم صحبت شدن، در این مورد سخنی داشتن، حرفی بین هم دیگه زدن، این خب قاعدتاً یک یادگاری است بین اینها. ببینید مثلا به خاطر مثلا که اگه در مورد مسئله اختلاف نظری باشه، مباحثه‌ای باشه، چیزی باشه، ولی در این حال که این همه در واقع لطف هست در کلام اینها، ولی اون بینشون گویی یک خاطره ایست که بین اینها باقی مونده. بعد بر این مبنا وقتی که به همدیگه برسن، نظر من اینه که وقتی که شمس میرسه بعد از 16 سال به سراغ مولانا رو میگیره و وقتی این پرسش از اون میکنه، واقعا این پرسش رو نمیکنه، در واقع داره به یاد اون میاره، مثل یک جور که میگیم مثل یک در واقع یک نوع رمزه که دیگران هی اگر این در واقع این حکایت رو هی بشکافن شاید به اصلش پی نبرن، در حالی که ما بگیم که این مثل چطور بگیم، مثل یک کسی است که شما به یه امینی یا یک کسی یه چیزی دادید، یه امانتی دادید، خب حالا باید برید یه شاهد یه چیزی نشون بدید و اون رو پس بگیرید، یادگار اون دور است در واقع، مثل همونطور که میگیم یک مثل صدای آشناست، مثل اینکه یک کسی یه حرفی میزنه، هم که صداش به گوش شما برسه کافیه، فارغ از اینکه این چی بگه. بنابراین من به نظرم میاد که این اشارتی است که یادگار اون. حالا آیا درست یا نه، در هر حال این برداشت منه. و بعد و به نظرم میاد که این رو در یک حکایتی که گفتیم در دفتر دوم خیلی بینام و عنوان هست آورده.
اونجا میگه که این نشان در حق اون کسی که خبر داره، اون کسی که خبر نداره این رو نمیگیره. آن شود شاد از نشان کودید شاه، چون ندید او را نباشد انتباه. این خبر نداره. تو ببینی خواب در، تو ببینی خواب در یک خوش لقا، کودهت بعد و نشانی مر تو را، که مراد تو شود اینک نشان، که به پیش آید تو را فردا فلان. این نشان آن بود کان ملک و جاه، که همی جویی بیابی از اله. آن که می گریی به شبهای دراز، آن که می سوزی سحرگه در نیاز. زین چنین بیچارگی ها، خیلی بلنده بعد از این همین نشانه ها رو که میگه، زین چنین بیچارگی ها صد هزار، خوی عشاق است و ناید در شمار. تا اینکه خب این قسمت اوله، بخش اوله که در واقع این نشانه ها رو به اون میدن که اون چی رو که میخوای به دست بیاری. فردا چون که شب این خواب دیدی روز شد، از امیدش روز تو پیروز شد. چشم گردان کرده ای بر چپ و راست، کان نشان آن علامت ها کجاست. بر مثال برگ می لرزی که وای، گر رود روز و نشان ناید به جای. چون طلب کردی به جد آمد نظر، جد خطا نکند چون این آمد خبر. حدیث است ناگهان آمد سواری نیک بخت، پس گرفتن در کنارت سخت سخت. ببینید اینجا تو شدی بیهوش و افتادی به تاق، بی خبر گفت این سالوس و نفاق. او چه می بیند در اون شور چیست، او نداند کن نشان وصل کیست. این نشان در حق او باشد که دید، آن دیگر را که نشان آید پدید. ببینید اون کسی خبر داره، این یک رمزی است بین این دو. اون کسی که نمیدونه میگه این سالوس و نفاق. حالا اگر در واقع نگاه خصمانی داشته باشه، اگرم نه که خب سعی میکنه که از او افسانه بسازه، که در هر حال که این نمیدونه که بین اینها چه گذشته. مقصود من اینه که به هر حال باز به قول مولانا، البته که این محبت هست و خودش هم میگه محبت بی حساب بین اینهاست، ولی این محبت هم نتیجه دانش هست که گزافه بر چنین تختی نشست. اما یک جای دیگری شما ببینید که وقتی شمس میگه که من بر مولانا آمدم، دوباره نوع رابطه شد. ببینید من بر مولانا آمدم یا بر مولانا آمدم فرق نمی کنه. شرط این بود اول که من نمی آیم به شیخی، آن که شیخ مولانا باشد او را هنوز خدا بر زمین نیاورده است و بشر نباشد. من نیز آن نیستم که مریدی کنم، آن نمانده است مرا، اکنون من دوست مولانا باشم. ببینید حتی این که سراغ این میاد، یعنی این که یک شناخت اولی از مولانا داره، باز در نشون دهنده اینه که همچنان که گفتیم یک در واقع یک شناخت ابتدایی بوده. و من اینجا به نظرم اومد که جدای این که حالا این عبارت خیلی عبارت خاصی است، جالبه شما ببینید که حتی کسانی که مثلا فرض کنید که یک نسخه هایی هستش که در باب این نسبت شیوخ صوفیه سلسله ارادت اینها و بعد اسناد خرقه امثال هم، و من یکی از اینها رو میدیدم خیلی جالب بود که وقتی به حکایت شمس و مولانا رسیده، ببینید یک خطوط دوگانه ای گذاشته بین اینها، همه اینها یک خطه که این از این، این از این، این از این، وقتی به اینجا رسیده گویی در واقع یه رابطه یگانه است، اما این خط دوگانه است چون این دوتا هر دو بر همدیگه چنین نسبتی داشتن. البته این واقعا یک معضلی بوده از همون روزگار تا امروز و همچنان خواهد بود، و این از قرابت شمسه و از قرابت مولانا. مولانا خودش خب البته از قرابت کمتر نداره. فخرالدین عراقی رو مناقب میگه، افلاکی میگه که وقتی که رفت میگه که غریب آمد و غریب رفت، و منظور از غریب هم به هر حال خیلی خاصی این است که به هر حال در دایره یا در ترازوی شناخت ساده ما نمی گنجه. و اینها هم البته میگم از حاصل در واقع ظرفیت های خاص روحی و شخصیتی اینهاست که من جای دیگه اشاره کردم، مثل اینکه اینا هر کدوم 100 بار زندگی کرده باشن، یه بار عارف باشن، یه بار عاشق باشن، یه بار عاقل باشن، یه بار فیلسوف باشن، یه بار هر بار و تجربیاتی که داره، وقتی مولانا این مناظره هایی که داره در مثنوی، در هر کدوم اینها، در هر کدوم اینها که وارد میشه گویی اصلا هر چیزی رو به کمال گویی در اونجا تجربه کرده. خب حالا ما این خط تاریخی رو دانی دادیم، در مورد شمس برسیم. در مورد شمس آیا بعد از رفتنش از نزد مولانا و غیبتش آیا هیچ ذکری از او شده در جای دیگه؟
ببینید، یک نکته خیلی جالبی که البته استاد موحد یافته بود و به نظر میاد که به هر حال واقعا قابل تأمله، اولا که در یک کتابی بوده به اسم مقامات شیخ حسن بلغاری. این کتاب تا مدت ها البته ناپدید بود، نبود، منتها ذکری از او و بخش های از او در کتاب دیگری به نام روضات الجنان و جنات الجنان در اون کتاب اومده بود در مورد شیخ حسن بلغاری. و اونجا تو این کتاب میگه که این شیخ حسن داره حکایت خودش رو از دیدارش با یک شیخی به نام شیخ محمد شمس الدین رازی میگه، نه تبریزی ولی رازی. حالا ولی در این حال میگه با او در تبریز ملاقات کرده، سالهایی که اشاره میکنه در واقع همزمان با مولانا، خیلی نزدیکه، چون خود شیخ حسن بلغاری اختلاف سنش با مولانا به واقع یک سال بوده، حالا از یعنی سال تولدش یک سال دیگه، فرصت نیست که آدم واقعا جزئیات اون رو بگه، ولی فوق العاده جالبه این که میگه که اصلا یه کسی منو دید و گفت السلام علیکم، بعد میگه که این گذشت رفت و بار بعد برگشت، من گفتم مگه منو میشناسه، بعد میگه که بعد دوباره در جای دیگه منو صدا کردن، رفتم دیدم اونجاست و گفت من اصلا به اشارت اومده بودم به جهت تو، اومدم سراغ تو، و در واقع به او برمیگرده میگه که میان ما و تو طریق شیخی و مریدی نیست. حالا این شیخ حسن بلغاری که خودش هم واقعا از شیوخ بسیار جاسنگینه، چه چیزهایی از اون نقل میکنه، از قوت باطنش، تصرفش، از اینکه این هم به هر حال اصل روحیاتی داره که کاملا خیلی شبیه شمس تبریزی است، ناگهان غیبت میکنه، به شام میره، باز میگرده. و یک جایی اما این نکته خیلی جالبه که میان ما و تو طریق شیخی و مریدی نیست، ما هر دو برادران باشیم. و گفت مرا دو فرزند بیش نیست، یکی شما و دیگری در روم است که او هم از مجذوبان حضرت است و خاطر من نگران او نیز هست. ببینید وقتی همین ها رو بذارید کنار هم دیگه، فکر میکنید که به هر حال او به احتمال خیلی زیاد غیر از شمس الدین تبریزی نمیتونه باشه. حالا آیا خودش رو راضی معرفی کرده یا در ذکری که نقلی که از او شده بعدها از شیخ حسن بلغاری اینجوری ذکر شده یا نه، خب هر دوش ممکنه. به هر حال این کتاب خوشبختانه این اواخر در تنها برسی نسخه پیدا شده، مقامات شیخ حسن بلغاری، و این اواخر چاپ شده، ولی اینجور که من متوجه شدم، من متاسفانه این کتاب ندیدم هنوز، ولی این که همین فکر کنم که امسال یا پارسال اومد بعد، ولی اون قطعات گویا همچنان در روضات الجنان هست، چون این نسخه هم که بوده نسخه در واقع به نسبت متأخری بود. در کتاب دیگری مجمل فصیحی خافی که در واقع کتاب تاریخ عمومی است، یک که حتی قبل از اون هم هست، ببینید برای قرن نهمه، در مورد اخبار سال 698 میگه که شیخ حسن بلغاری در این سال وفات کرد، اونو در سرخاب دفن کردن، از اون مختصر از اون میگه و میگه که او خرقه از دست شیخ المشایخ شمس الدین تبریزی پوشید که اشعار مولانای روم به نام اوست به خوی مدفون است. یعنی ببینید اصلا دیگه در این مورد که کتاب در واقع قدیمی تر هم هست، هیچ محل شک و شبهه‌ای نذاشته که شیخ حسن بلغاری که بوده در واقع شمس تبریزی بوده. خب ما اگه اینها رو ببینیم احساس میکنیم که یعنی به نظر میاد که به هر حال پس از مولانا و غیبت او در واقع شاید شمس به همین سمت در واقع زادگاه خودش تبریز بازگشته باشه و شاید تو همین دیدارها تو با شیخ حسن بلغاری همین ملاقات ها رو داشته و البته خب سال وفاتش هم نزدیک است به اون دوره. من اینجا اینم اشاره کردم، ببینید چون فرض کنید که وقتی میگه که من به اشارتی اومدم جهت تو، این رو در به مولانا گفته، مرا فرستادند که آن بنده نازنین ما میان قوم ناهموار گرفتار است، دریغ است که او را به زیان برد. اومده همچنان که میگیم در واقع مولانا رو نجات بده. خب ما یه موقع هم در مقالات شمس صحبت کنیم که خیلی مختصر، اولا که بدونیم که مقالات شمس در کل یک کتاب نویافته است، یعنی فرصت در این نسخه ای که به هر حال تا حتی خیلی زیادی نامنقح در واقع حلقه اطراف مولانا باقی مونده بوده و به هر حال دیده نشده و فرصت نداشته که براستی تأثیر شده در تاریخ بذاره. بنابراین وقتی ما از او خبردار میشیم که در واقع محققان به نسبت معاصر از دوران فوزانفر و اینها میرن و این کتاب رو میبینن، تا بعد که دیگه حالا به همت استاد موحد
این کتاب دیده میشه. از این کتاب خب به هر حال دیگه چاپش هم که میدونید، دو ترجمه هم ازش اومد بیرون، اول ترجمه انگلیسی که از چتیک هست و بعدم که ترجمه فرانسه. خیلی هم البته اینا سبکشون متفاوته، یکشون گزینشی عمل کرده یه تغییراتی داده و یکی دیگه که فوش کور باشه ترجمه فرانسه، به واقع بسیار در متن با متن گلاویز شده. یعنی هیچ، البته خب فقط دفتر اول رو ترجمه کرده، قسمت اضافه و گسسته هم نیورده و نمیتونستم بیاره، ولی دیگه واقعا سعی کرده که متن رو دریابه و خیلی دچار به هر حال از یه طرف تلاش بسیاری کرده. اینه که هم خوندنش به عنوان کسی که واقعا عرق ریخته برای این کار خیلی جالبه، در این حال هم که خب البته آدم هم با خوندنش کاری قد شما یه برداشت دیگه ای دارید که یه بحث دیگه است. یه نکته در مورد مقالات شمس باید بگیم اینه که به هر حال متن خاصی است، بسیار بسیار متن خاصی است. اول از همینه که خود شمس اصلا سخن رو یک حجاب میدونه و این رو به چند زبان گفته، بنابراین کسی که اصلا سخن رو یک حجاب بگه و با سخن یه درگیری داره، اینو خواهیم دید، بین گفتن و نگفتن همیشه، آیا بگه آیا نگه، دونید آیا خاموش باشه یا سخن بگه، بنابراین اینه که گاهی اوقات سخن یه تیکه میگه یه تیکه نمیگه، یک چیزی پنهان میذاره یه مقدار، بنابراین زبان سختی میشه. اینه که زبان دیگر زبان گفتاری است، زبان به واقع نوشتاری نیست. زبان بسیار پر رمز و راز در کمال ایجاز و در این حال پر از اشارات و تلمیحات و ارجاعات و حدیث و شعر و حکمت و نشون میده که در خلاف اون تصوری که ابتدا در مورد شمس بوده، اول که اول فهم کنند که شمس اصلا یک درویش عامی بوده و بعد وقتی این متن اومد بیرون یه مقدار حتی نمیدار زمان گرفت تا کم کم واقعا شخصیت شمس و مقام حتی علمی او دیده بشه. یعنی شما وقتی که شمس مقالات شمس رو میخونید و کلمات او رو که با چه مثلا خیلی اشاره مختصری میکنه به اینجا به اونجا به اشعار عربی به و با چه حضور ذهنی مثلا در مورد قرآن حدیث و اینها میگم در کمال ایجاز، خب نشون دهنده اینه که این آدم جدای حالا اون مقامات باطنی که داره چقدر آشنا بوده، چه جایگاهی داشته و این بهتر باز به ما نشون میده که نوع کلام، نوع رابطه او و مولانا چطور بوده. یعنی این سخن بین این دو چه پایگاهی داشته، واقعا چه غنایی داشته. به هر حال گاهی اوقات این گفتگوها نوع درونیه، مثلا یه چیزی میگه و بعد بریده است، نامفهوم، گاهی اوقات خیلی نامنسجمه، چون مثلا که میگه به هر حال این تبیبش و اینها به هر حال طوری بوده که گاهی اوقات خیلی پراکنده شده و آشفته شده. نکته دیگه اینه که به هر حال این کلامی است که با واسطه است، ما اینو نباید فراموش کنیم. یعنی یک عده‌ای مثل ضبط صوت هم جور که مثلا کلام او رو ضبط کردن و ثبت کردن، اینه که کلام مستقیم گاهی اوقات کلام او رو آیا درست فهمیدن نفهمیدن، خوبی ضبط کردن نکردن، اینا هم یه نکته دیگه است. و خب مخصوصا زمایر یکی از مشکلات هم چتیک باش خیلی درگیره، هم فوش کور. اینو من چرا میگم؟ چون که این چیزاست که گاهی اوقات مترجمین باش خیلی خیلی درگیر میشن دیگه. شما این متن فارسی میخونید گاهی اوقات از مشکلات متن به صورت طبیعی رد میشید، ولی وقتی میخواید ترجمه کنید خیلی گرفتار میشید. ولی در این حال کتاب متنش پر از طنز آیرونی داره اصطلاحا، اینم دوباره یکی از مشکلاتی بوده که چطور ترجمه کنم. ولی از همه اینا که بگذاریم واقعا متن بسیار سحرانگیز است. شما وقتی که قطعات مختلفش می‌بینید که چه پیام شگفت انگیزی داشته این در واقع شمس، و ما نمونه‌هایش رو بیشتر خواهیم دید. خود او در مورد سخن میگه که این تیر کدام است، یعنی سخن اصلا تیره، جعبه کدام است، یعنی جعبه تیر، عالم حق کمان کدام است، قدرت حق، میگه این تیر را نهایت نیست، خنکان که این تیر بر او آید، ببردش این تیر به عالم حق، در جعبه تیرهاست که نتوانم انداختن، نمیتونم اینا رو بگم، با آن تیرها که میاندازم باز میرود به جعبه که بود. گاهی اوقات هم این تیر رو میندازه ولی این جعبه در واقع باز میگرده، یعنی به مخاطبش نمیرسه. من خواستم جای مثالی بیارم واقعا وقتی که چطور این کلام در زبان در گوش مولانا نشسته و اصطلاح خودش که از بیت خودش قلائت های دور دارد بنا گوش ضمیر من از آن الفاظ وحیاسای شکربار شمس الدین. مثالی است که ببین اصلا مقالات شمس با این بند آغاز میشه، اگر از جسم مگذری و به جان رسی به حادثی رسیده باشی، حق قدیم است از کجا یابد حادث قدیم را، مال الترابه و رب الارباب
نزد تو آنچه بدان بجهی و برهی جان است، و آنگه اگر جان بر کف نهی چه کرده باشی. عاشقانت بر تو تخفه اگر جان آورند به سر تو، که همه زیره به کرمان آورند. همینطوری میگه میاد پایین، این است تمامی این سخن که تمامش نیست، الی یوم القیامه تمام نخواهد شد. مثال میبینید این کلام، کلامی است که چه رفعتی داره واقعا، چه استحکامی داره. از یک درویش میگن که یک درویش اومد اینطور مولانا رو اینچنین کرد. شما ببینید که در همینجا چه اشاراتی داره مولانا در غزلی که داره. عشق جانان مرا ز جان ببرید، جان به عشق اندرون ز خود برهید. زان که جان مختص است و عشق قدیم، هرگز این در وجود آن نرسید. شما تک تک در واقع قطعات کلام شمس رو میاد میبینید که در واقع مولانا استفاده کرده. یعنی چنان خب این استفاده در واقع اصلا خیلی طبیعی است دیگه. متها مثال است، حالا من قصد ندارم که خیلی در موردش بپیچم، یه فرصت نیست. و مثل این، حالا اگه سراغ مثنوی بریم که به همین ترتیب، من باز ببینید حالا از مقدمات ابتدایی که استاد موحد مثلا آوردن، اولین برگ مقالات شمس صفحه 70 است. صفحه 70 شروع میشه همین کلام گفتیم، از قدیم چیزی به تو پیوندد و آن عشق است. شما میبینید که در واقع در دیباچه دفتر دوم مولانا همین رو آورده، اونجا که میگه که یوه پونه و تأثیر یوه پونه است، که عشق محبت بی حساب است، جهت آن گفتند که صفت حق است به حقیقت، این اون کلام، و نسبت آن به بنده مجاز است. یوه پونه تمام است، یوه پونه کدام است. دیگر مثلا فرض کنید که در صفحه 71 این سخنی میگه که شما بیت شده در مثنوی پیدا میکنید نزدیک. من حالا ضرورتا نمیگم که اینن، ولی شما این اگر بخواید دونه به دونه که چقدر در واقع تأثیر گذاشته بر مولانا، و گاهی اوقات اینقدر اینها نزدیکن، اینقدر نزدیکن در کلام، در بیان. مثلا یه جایی هستش که آری الا این همه هست که کلم الناس علی قدر عقول هم، پس آن قدر عقول آفت ایشان است. به این قسمت اول خب خیلی روشنه، میگوین مثلا حدیث است، بعد یک از او یک معنای دیگری شمس بیرون میاره که پس آن قدر عقول آفت ایشان است. مولانا میگه قطب گوید مر تو را ای سوست حال، آنچه فوق حال توست آید محال یا محال. بنابراین این عین اون کلام رو در به چه شکل آورده، و گاهی اوقات اصلا در لفظ اول صف برام کسی ماند که آخر کارها نکوداند. شمس میگه در همون برگای اول، مولانا میگه اول صف بر کسی ماند به کام، کونه گیرد دانه بیند بنده دان. یا حکایت ابراهیم ادهم رو وقتی میگه صفحه 84 قسمت آخرش که خیلی باز بیان شمس خیلی جالبه، اول صف میگه مثلا میگه ابراهیم ادهم پیش از آن که ملک بلخ بگذارد. بعد میگه ابراهیم ادهم پادشاه شهر مولانا. نسبتی که میده شهر مولانا، چون مولانا از بلخ بود، میگه پادشاه شهر مولانا. و آخرش میگه که خدا را اینجا میجویی همون بود، دیگر کس او را ندید، برفت و جانها در پیو. شما میبینید اصلا کلام خودش این شعر میمونه، دیگر کس او را ندید، برفت و جانها در پیو. بعد شما میبینید وقتی مثنوی رو میخونی، پس بگفتندش که تو بر تخت جاه چون همی جویی ملاقات اله، خود همان بود دیگر او را کس ندید، چون پری از آدمی شد ناپدید. ببینید خود همان بود دیگر او را کس ندید، این اونچه که شمس بود. و بعد حالا من از اون طرفش میخواستم ببینم در مورد مثنوی، وقتی که در واقع از مثنوی رو شروع میکنی تو همون دفتر اول، چه اشاراتی داره دونه دونه که واقعا فرصت نخواهد بود، ولی مثال من ز شیرینی نشستم رو ترش، من ز بسیاری گفتارم خموش. شما میبینید توی مقالات شمس و باز معناییست ورای عرصه این معنا، که تنگ میارد فراخنای عبارت را، فرو میکشدش در میکشدش حرفش را و صوتش را، که هیچ عبارت نمیماند، پس خاموشی او نه از کمی معنیست از پوریست. باز شما ببینید قوت کلام چقدره، من کم نداره از کلام مولانا. وقتی میخونیم که تشنگان گر آب جویند از جهان، آب جوید هم به عالم تشنگان. مولانا اینو میگه، خب مولانا طبق معمول در رمز ذکر حال دیگران آورده. شما ببینید کلام شمس رو میگه، ایشان بزرگان بودند، شیخان بودند، من ایشان را چه کنم،
من تو را خواهم که چنینی، نیازمندی خواهم، گرسنه‌ای خواهم، تشنه‌ای خواهم، آب زلال تشنه جوید از لطف و کرم خیش. البته در جای دیگه میگه که من همون خودم آبی بودم که بر خود میجوشیدم و میپیچیدم و بوی میگرفتم تا وجود مولانا بر من زد، روان شد، اکنون میرود خوش و تازه و خرم. و مثال ها، خام را جز آتش هجر و فراق کی پزد، یا کی پزد، کی با رهانت از نفاق. اینجا ببینید میگه که من بر خود نهم رنج سفر را، جهت صلاح کار شما، زیرا فراق پزنده است، البته فراق پخته میکند و محذب. خب کنم مثال ها کافی است. در مورد دو سه نکته هم در مورد این بگیم که خب ما خیلی گذرا در مورد اون چه که از در مورد در آثار مولانا اومده در مورد شمس دیدیم، ولی خب آیا از خارج از این همچنان که گفتیم حلقه مولوی جای دیگه هم دیده شده؟ من اینجا در یک نمودار اینو آوردم، همه اون چیزهایی که در مورد شمس و اینها سخن گفته شده، ببینید از ابتدا از خب از خود مقالات شمس، بعد مولانا، سلطان ولد، فریدون، از یه احمد افلاطی که اینها اون حلقه حال اصحاب مولانا هستن، بعد از اون میره سراغ دیگران. در عموم اینها دیگر در این حال که گاهی خود از مولانا گفتن و واقعا هر کدوم یک حکایتی از مولانا و یک افسانه ای از او گفتن، یه چهره ای از او نشون دادن، خیلی کم شده که گاهی خود در مورد شمس واقعا به صورت مستقل بگم. خب البته ما در مورد مقامات شیخ حسن بلغاری صحبت کردیم، ولی گاهی خود در اینها فقط میاد در حاشیه اون چیزی که در مورد مولانا گفتن یک اشاراتی هم شده در مورد اینکه این شمس چه بوده که چه گفته. و من یکی از اونها رو که فقط در مورد ابن بطوطه است خواهم گفت. اینجا یک فکر کردم که به هر حال در مورد بسامد واژگان، چون بالاخره واژگان میگه که در زبان بود مرا آنچه مرا در دل بود. شما ببینید که این مهمه. حالا به هر حال یکی از علاقه شخصی منه که من بررسی بکنم اینو، در مورد آثار دیگه هم کردم، مثلا در مورد آثار مولانا، حالا مثنوی، غزلیات و برخی دیوان ها. ولی از همه وقتی که میبینیم سراغ مقالات شمس بریم، من این رو با فیه مافی مقایسه کردم، چون هر دو سبک در واقع گفتاری دارن و تفاوتاشون رو ببینم. واقعا فرصت نیست که یه مقدار در این مورد صحبت کنیم، ولی میبینید که بالاترین کلمه‌ای که در یاد واژه‌ای که در کلام شمس تکرار شده بیش از همه همین سخنه، همین سخن، و به طور دائم. یعنی به هر حال نشون میده که در این حال که از سخن میگه، در مورد سخنم میگه، نقش سخن چیست، دغدغه‌ای که در این مورد داره، جایگاهش چیه، یک حجاب در این حال، یک حفاظه در این حال، چی که این نشون دهنده اینه که به هر حال همچنان که میگیم یک مشغولیت خاطری در این مورد داره. ولی در بین این کلماتی که تکرار خیلی تکرار شده در زبانش، من این جملهش خیلی به این جمله رو دیدم که به نظرم اومد که جای گفتن داره و جای اشاره میکنه که مقصود از وجود عالم ملاقات دو دوست بود. اونایی که من زیرش خط گذاشتم یعنی پر بسامدترین کلمات شمس. مقصود از وجود عالم ملاقات دو دوست بود که روی در هم نهند جهت خدا دور از هوا. مقصود نانی نانبانی قصابی و قصابنی، چنان که این ساعت به خدمت مولانا حسوده این. باز شما ببینید دیگه، روی در هم نهادن همدیگه است، هم جنسی است که در همدیگه نظر میکنه. و به هر حال میگفت خوب را آینه باشد مشتغل، به قول مولانا. اینها چطور این نوع رابطه شون که چون که گفتیم آینه وار بوده، و البته بعدها به هر حال این رو در قالب های دیگه بردن، مثل موسی و خضر رو بردن. خب یک کلمه در مورد مرقد شمس تبریزی این رو بگیم که به هر حال مرتبط میشه با بحث در واقع وفاتش که کجا بوده، و آیا این که مثلا فرض کنید اون چیزی که خود گفتن آیا واقعا هست نیست. من فقط اشاره بکنم که ما منابع مختلف داریم و هر چند که میذاره این منابع بیشتر دیده میشه. یعنی یک اولا که یک حکایتی است در مورد یکی از عرفا در مورد در ابتدای قرن نهم، شیخ ابو حامد حمیدالدین اقصرایی، که میگه که اصلا از طرف پیر خود این رفت به خوی و در حضور در واقع در تربت شمس، اونجا این خلافت رو این پیرش به او داد. پیشتر گفتیم که در مورد مجمل فصیح خافی که اشاره میکنه که شمس در خوی هست. یک رساله است، رساله فتح تبریز، وقتی که سلطان سلیمان قانونی اینها اومده بودن حمله کرده بودن و جاهای رو گرفته بودن و اومده بودن تا خوی،
و بعد این در اینجا میگه که وقتی که ما به اینجا رسیده بودیم و اینها خودشون همه از واقعا دل سپردگان شمس بودن و شمس و مولانا بودن، بسیار بسیار علاقه داشتن و اینکه این رو یعنی خیلی آشنا بودن. اینها میگن وقتی ما اینجا اومده بودیم ما رفتیم و به زیارت اکنون حضرت شمس تبریزی نور الله تعالی مرقده آنجا مدفون است، الحمدلله شرف زیارت آن میسر شد. برگردیم به یک کلمه در مورد ارزم به حضورتون ابن بطوته که حکایتی که در مورد مولانا میگه، میگه که من وقتی رسیدم رفتم مولانا یک ملاقاتی که در واقع سر تربتش و اونجا حکایتی میگه، میگه که چنین نقل شده بوده، یعنی در واقع این قصه ها اینطوری شده بوده، افسانه شده اینطوری شده بوده که یک حلوایی اومد و این حلوایی یک حلوایی داد به مولانا و فقط مولانا از اون حلوا گرفت و بعد هم هیچ کسی غیر از اون نگرفت و این پس از او وقتی که اون رفت مولانا پی او رفت، پی اون حلوایی رفت و وقتی هم که برگشت حالا اونجوری میگن که دیگه جز به کلامی نامفهوم که یعنی کلام شعر فارسی کلامی نمیگفت. خب این داستان این چنین در واقع بین همه دیگه چی شده بود، در واقع رایج شده بود و من میخوام بگم که در کلام خود مولانا ما میخونیم که تو پیش حلوایی جان شیرین و شیرین جان شوی، زیرا من از حلوایی جان چون نیشکر بالیدم، این تو را حلوا کند به زان که صد حلوا دهد، من لذت حلوای جان جز از لبش نشنیدم. این اون چیزیست که مولانا خود در مورد شمس میگه و همچنان که گفتیم این نوع رابطه اینها که چگونه بوده همیشه از اون ابتدا، یعنی در واقع فرض کنید از دیوان کمال خوجندی که از اواخر قرن هشتم اول قرن نهم اونجا این مطرح بوده تا امروز. من حیفم اومد که این رو نخونم در این حال که یک کلامی هم هست از خود شمس، میگوید که ما دو کس بس عجب افتاده ایم، یعنی این سخن، این غریبی شمس و غریبی مولانا و غریبی نوع رابطه اینها برای خودشون هم همین این قربت رو داشته، این در واقع این شگفتی رو داشته و تا به امروز. دیر و دور تا چو ما دو کس به هم افتد، سخت آشکار آشکاریم، اولیا آشکار نبودند و سخت نهان نهانیم. این بود معنی از ظاهر و باطن. مریدان طالب پیرند و پیران ظاهر و پیدا، دریغا تشنه لب خواهیم مردن بر لب دریا. جناب عشق بس عالیست موسی همتی باید، که نتفان بر چنان طوری شدن بی همت بالا. چو با خود هم سفر باشی در این ره بارها افتی، که بارت آگینست و رهت بر خار و بر خارا. اگر دانستن علم حروف است آرزو صوفی، نخست افعال نیکو کن چه سود این خواندن اسما. مگو اصحاب دل رفتند و شهر عشق شد خالی، جهان پر شمس تبریز است مردی کو چو مولانا. البته جهان واقعا پر از شمس تبریز نیست که، خود غریبی در جهان چون شمس نیست. خیلی ممنونم و ببخشید که اگر یه مقدار طولانی تر شد از اون چیزی که من ابتدا توقع داشتم، ولی چنین است. من در خدمت دوستان هستم داریوش جان و خودتو هر جور که صلاح بدونی. من فکر کنم یک ساعت پر شد. خیلی ممنونم، متشکرم. ما میتونستیم البته طولانی تر هم صحبت رو ادامه بدیم. من البته از حق تصدی منبر و نمیدونم تصرف اینجا استفاده نمی کنم. سوال اول رو آقای محمود فرجامی میخواد بپرسه، من الان بهشون میکروفونشون رو باز میکنم که ایشون بیاد و سوالش رو بپرسه. آقای فرجامی صدا تصویر داریم؟ فکرم شما صدای من دارید دیگه، درسته؟ بله بله صدا رو داریم. بله، خیلی ممنون از شما و آقای سلیمانی عزیز، استفاده کردیم و من یک سوال داشتم، یعنی دو تا سواله. سوال اولش خیلی مختصر مفیده، یک اسلاید نشون دادن در مورد بسامد واژگان، منتها دو تا توش جدول بود که این دو تا جدول من اصلا نفهمیدم چه تفاوتی دارن، چون تعریف هر دو تا یکی بود اما نمودار متفاوت بود. اگه ممکنه آقای سلیمانی اون جدول بسامد واژگان رو نشون بدن در مورد فی مافی و مقالات شمس که مشخص بشه سوال من چیه.
آره محمود جان، واقعی اینه که خب به هر حال فرصت نشد، حالا من اینو به هر حال جدا خواهم آورد و به هر حالم که جدا آوردم با تفصیل بیشتری اگه اجازه بدید دیگه الان همینجا نگارش دارم، ولی اینکه اون دو تا جدول بود در واقع خیلی ساده، در واقع اصطلاحاً سورت شده بود، یکی بر اساس مقالات شمس در این حال که همواره در واقع مقایسه‌ای بود یا تطبیقی بود یا به هر حال بررسی تطبیقی است دیگه، بین شمس، بین مقاله، بین اون کلمه مخصوص که اونجا اومده، بین در مقالات شمس و در واقع در فیه مافی، متوجه که بر اساس مقالات شمس طور شده بود. یعنی به چه معنا؟ یعنی بالاترین تعداد واژگانی که در مقالات شمس به ترتیب اومده از بالا به پایین و یکی در مورد فیه مافی، و مقصود این بود که چه چیزهایی برای شمس خیلی مقصود مهم بوده، مثلا فرض کن سخن، در حالی که در مورد مولانا به مثال اگر نگاه بکنی اولین که هست کلمه مثلا حق هست، اون کلمه حق که اصلا یک فوق العاده بسامد بالایی داره در کلام مولانا، اصلا در مثنوی که واقعا یک خیر خیلی ویژنس از نظر تجوز مثلا کلمات دوم سوم، در غزلیات تعداد استفادهش مثلا فرض کنید 5 برابر فرض کنید سعدی است. بنابراین مقصود این بود که اینها هر کدوم به چه کلمات بیشتر توجه کردن، البته گاهی اوقات هم که کلمات مشترک هم هست. بله خیلی ممنون. من این پس دومیارم بپرسم از خدمت شما. خب همونجور شما اشاره کردید و خیلی خیلی صحبت مفیدی بود، زندگی و دیدار شمس و مولانا و ارتباطشون خیلی با افسانه ها و داستان ها در آمیخته، منتها یک سری نکات رو شما اشاره نکردید که من می‌خواستم بپرسم اینا جزو همون افسانه هاست یا شما به دلیل خاصی اشاره بهشون نکردید؟ البته چون خیلی مثبت و رویایی نیست بعیدم هست افسانه باشه، ولی من حالا مطرح میکنم دیگه، از جمله درشتخویی و تندخویی بیش از حد شمس، درگیریش با پسر مولانا، بدگمانیش نسبت به همسر جوان، یعنی دختری که ظاهرا دختر خوانده یا از نزدیکان و مورد علاقه های مولانا بوده، همینطور یک سری مسائلی مثلا بدگمانیش نسبت به همسرش و بعد و پسر مولانا یا یکی از مریدان او، و بعد کتککاری و ظاهرا قتل اون دختر که منجر میشه که اصلا مولوی یک مدتی اعراض میکنه یا خودداری میکنه دیدار با شمس و خیلی دلشکسته و غمگین میشه. حالا اینا خیلی وارد جزئیات نشم، به هر حال اینا آیا جزء موارد مستند یا قابل استناد هستن یا نه کلا ازشون رد شیم؟ نه رد نشیم، قاعدتا باید به اینها پرداخت. البته خیلی از اینا درست نیست مطلقاً و برخیشون هم به یک معنای یه مدارشون هم شاید بالو پر گرفته یا چی میدونم به حال پروبال گرفته، ولی من به چند تا اشاره بکنم. یکی در مورد کلن درشتخویی شمسه، این تا حد زیادی درسته و اصلا برخلاف باید بگیم مولانا، این اولا که مقدار شخصیتیش بوده در کلامش در بیانش، این واقعا ظاهره، حالا نه همه جا، در این حال که گاهی اوقات واقعا یک ظرافت فوق‌العاده‌ای داره، ولی مثلا در نوع نقدش اینها هست. یه مقدارم اصلا شیوه تربیتیش بوده، یعنی در واقع تربیت دیگران، و که مثلا فرض کنید که خیلی اهل مدارا نبوده، گاهی اوقات اصلا شیوهی بوده که در واقع دفع میکرده، مگر اینکه بوده حتی شیخ حسن بلغاری هم این رو گفته، میگه که این بار اول که اومد یک شخصیتی بود، بار دوم که وقتی برگشت میگه خیلی با من تندی میکرد، حتی منو به سختی مینداخت، یه چیزی از من میخواست میگفت برو اینو مثلا از بقال بخر، بعد من میرفتم میخریدم، میگفت این چی خریدی، برو دوباره پسش بده و پولو بگیر، بعد میگفت من میرفتم بقال به من بعد و بیرا میگفتش و بعد دوباره بعد میمند گفت گرفتی ولی چرا اینجور نکردی. یعنی این شیوه بوده که اساسا به عامدانه در واقع انتخاب کرده بوده و این رو نسبت به تمامی اطرافیان مولانا داشته، مثلا در مورد اینکه راه اینها رو خیلی چطور بگیم ارتباط اینها رو دسترسی اینها رو به مولانا کم بکنه، و حتی این حکایتی که خودش هم نقل میکنه، میگه که مثلا من حکایتی که در مورد خودش و پدرش نقل میکنه که میگه من به پدرم اینجوری گفتم که میگه که پدر من مرد نیکی بود ولی عاشق نبود، و بعد بهش گفتم که تو قصه حکایت در واقع بچگان که مولانا هم در مثنوی آورده، و پدرش بهش میگه که تو با من چنین کنی با دیگران چه کنی. بنابراین این یه مقدار رو در واقع بچه شخصی خود او بوده،
و میدونید روانشناسا هم در این مورد صحبت کردن دیگه، کتاب خط سوم سعی کرده دکتر جمالی در این مورد مثلا بر اساس نشانه ها چیزایی بگه. به هر حال این از این. ولی در مورد فرزندان مولانا، اول در مورد فرزندان مولانا که اساسا در مورد فرزند اولش که سلطان ولد باشه که خب خیلی هم محبت داشته، چون سلطان ولد هم خب خودش هم که اهل دوراندیشی بوده، خیلی به شمس احترام می‌ذاشته، شمس رو رسما در واقع به شیخی خودش قبول کرده بوده. وقتی که میره در واقع دمشق با اون برمیگرده، تمام راه پیاده برمیگرده که این خیلی شمس رو تحت تاثیر قرار میده، بارها در مورد صحبت میکنه. ولی در مورد پسر دوم علاءالدین، اونم ما نشونه هایی میبینیم که مثلا میگه که این داره وقتش به بتالت میذارونه میده. مثلا یه جایی میگه که اگر دوست علا هستی برای اون شطرنج نخره، این باید الان شب نخوابه، درس بخونه، نمیدونم چیکار بکنه، هر روز اینجوری بکنه. گاهی اوقات هم حتی به خود سلطان ولد هم به دیگران میگه که این باید بره خدمت کرا بکنه، یعنی در واقع همون همسر مولانا. کلن یک خصلت این چنینی داشته که به هر حال اهل مماشات نبوده اینطوری بگیم. ولی در مورد این که بخواد تندی بکنه، مثلا فرض کنید در مورد همین قضیه علاءالدین، خیلی داستان‌ها در موردش ساختن که عموما درست نیست. دعوایی که مثلا بحثی که پیش اومده اینه که خب خودش میگه در دیگران گفتن، منابع و اینها گفتن، ولی خودش هم در مقالات شمسی جایی ذکر میکنه، میگه دیدی که به علا رو چی بهش گفتم؟ بهش اینطوری گفتم که تو هر موقعی نمیتونی بیای، چون که جایی که برای شمس درست کرده بودن اصطلاحا یه صفه بوده، یه اتاق که درست کرده بودن که این با همسرش بوده و این هر بار میخواسته که از اونجا رد بشه اصطلاحا برسه به تابخانه، بهش میگه که بالاخره هر ساعتی نیا. و من فکر میکنم که اینکه مثلا یه کسی درخواست کنه که یه خلوتی برای خودش داشته باشه، این یه درخواست خیلی معقولی است. قصه کیمیا اساسا یه خیلی خیلی که بعدها هم به خاطر این رمان مشهوری که اومد بیرون و مشهور شد یه داستان‌های دیگری پیدا کرد، واقعا جای پرداختن بیشتری به این داره. و به هر شکل اینطور که ما در میابیم، یعنی اگه بخوایم واقعا بررسی تاریخ انتقادی بکنیم، اولا که اساسا خب مولانا جز در یک غزل یک اشاره در واقع حالا شاعرانه نداره بهش، فقط همین میگه تو را که بستر و بالین کیمیاست، یه همین یه بیش از این اشاره نداره، در کلام مولانا نه. از او که بگذاریم کسان دیگری که ذکری از او کرده باشن، مثل سلطان ولد هیچ ذکری نداره. من اینو دارم میگم چرا؟ به خاطر اینکه میخوام بگم بالاخره بعد راست منابع صحبت کرد. بعد میرسیم در واقع سپهسالار که میگه که فقط این در واقع ازدواج کرد، و بعد هم فقط اشاره میکنه که یکی از دختران آل دخترخوانده، واقعا معنی این هم مبهمه، چون اشاره میکنن که دختری مثلا که از حرم خاندان مولانا که این چطور بوده، ولی به هر حال نسبتش خیلی مهم نیست به هر حال. اما اونی که بیشتر از همه در این مورد خب یک افسانه هایی درست کرده در واقع افلاکی است، که افلاکی خب اینا از مقوله اصطلاحا کرامات سازی است، و اگه شما اون کتاب بخونید تماما همش در مورد این کرامات صحبت میکنه. فلانی فلانی رو دید، اون وقت افتاد مریض شد، افتاد مرد. مثلا فرض کنید مولانا به نظر خشم به یکی نگاه کرد، اینجور شد. حتی در مورد کراخاتون هم همین میگه، در مورد همسرش میگه که مثلا رفته بود بکنه مولانا ناراحت شد، اینجوری نگاه کرد و اون دیگه مثلا دچار بیماری شد. حتی در مورد همسرش، یعنی اینا حتی بینم رحم نکردن بی انصافا. میخوام بگم که میخوان کرامت درست کنم، مثلا میگن که اتفاقی برای کیمیا افتاد و این به خاطر در واقع نظر شمس بود، به خاطر این بود که دل شمس مثلا شکسته بود، به خاطر اینکه سخن شمس رو مثلا یا او رو ناراحت کرده بود. اما اون چه که ما بیشتر از این در میابیم در خود مقالات شمس چندین بار تو به صورت خیلی آشفته است، یعنی در واقع اینا دیگه همینجور چیزایی که جمع شده حتی تو قسمت‌های اصلی هم اومد نیست، در قسمت همین اضافه ها گسسته پاره هاست در مورد کیمیا صحبت میکنه و در اونجا میگه که و ما از همه اینها دیگه فرصت نیست من خیلی در با تفصیلات بگم، از همه اینا ما در میابیم که خب البته این ازدواج کرده، این ازدواج موفق نبوده، و اونجا میفهمیم که شمس رو کیمیا رو طلاق داده و در این طلاق دادن هم گویا یه تعنی می‌کرده، چون مثلا گویا وقتی بهش میگن میگه که دیدید که من تعنی کردم، اینطور کردم، شما فکر می‌کردید اینا همش به خاطر مثلا چیز دیگری است، من برای خدا این کارو کردم. بعد و به هر حال نشون میده که خب یه طرف دوست داشته کیمیا رو و یه طرف نمی‌خواسته، ولی در نهایت طلاق داده. و چرا؟ چون اصلا
یه چه طلاقی است، طلاق خاصش بهش میگن طلاق خلع، یعنی وقتی که همسر و زن بخواد طلاق بگیره بهش میگن طلاق خلع، به طوری میشه که دیگه ضرورتی نداره که در واقع مهرش رو بگیره. ولی میگه که دیدید که من حالا چون به هر حال دیگران هی چیز میکردن دیگه، اذیتش میکردن دیگه، هی زخم زبان میزدن، بهش میگن که خب پس چرا دیگه مهرش رو دادی؟ اونجا شروع میکنه خیلی با زبان خیلی بود که در مورد این که میگه حقش بود، نمیتونم بیش از اینم میدادم، صد برابر اینم میدادم، به اندازه یک ساعت در واقع همراهی من، مصاحبت من با اون نبود. و در نهایت به این معناست که در واقع حق او رو داده، مهر او رو داده و او ازش جدا شده. ولی این که بعد آیا بعد از جدایی، ببین داستان اینه که بالاخره این طلاق صورت گرفته، بعد از این جدایی قاعدتاً اینجوری که از شواهد برمیاد او وفات کرده، در واقع کیمیا حالا به هر دلیلی که اون پنهان مونده، ولی این در مورد طلاق هیچ چتی نیست چون این خیلی به صراحت اینو میگه. و بعد خب قاعدتاً همچنان که میگیم دیگه این مناقب پردازها میان میگن که خب بله، این در واقع داستانی که میگن این که نمیدونم اومدیم و دیدیم که این کیمیا رفته بود بیرون و بعد جزئیاتی داره که قطعاً این جزئیات همه غلطه، اینا رو استاد موحد بهش پرداخته و میگه که این وقتی برگشت این نفرینی کرد و استاد مرد و اینها، که اینا همه نادرسته. خیلی ممنون. اگر اجازه بدین من یه سوال اینجا بکنم. ببین وقتی جان وسط فکر کنم نیمه های بحث بود داشتی اشاره میکردی به یک کلمه‌ای که شمس چندین بار به کار برده، این کلمه متابعته. این در باره ابن عربی هم به کار برده که مثلا اون روایتی که گفته که شیخ محمد عظیم مردی بود اما در متابعت نبود. از فهوای کلام شمس در مقالات برمیاد که در فهم دین و اصولا در توحید و اینجور مسائل نگاهش فقط و فقط به خود پیغمبری، یعنی منبع و مرجع اول آخرش خود محمده که میگه قال الله قال، میگه دین یعنی دین محمد، دینی نیست که کس دیگه بیاد این وسط برای خودش تفسیر کنه بفهمه و یکی جور روایت دیگه از این لا اله الا الله بده. یعنی شما اگه بخواید توحید رو بفهمی باید محمد بشناسی، با محمد ارادت داشته باشی. به همین دلیلی که عرفایی که میگن ما هم صاحب ذوقی شهودی چششی هستیم رو اینا رو به بالکل رد میکنه. میخوام ببینم علاوه بر این، الان من تو ذهنم نمیاد که کجاست، علاوه بر این کجاها شمس درباره با این تعبیر متابعت یاد میکنه که فلانی در متابعت بود فلانی در متابعت نبود. خیلی خب اون رو باید دید از قضا متابعت از اون کلماتیه که همجور که گفتی خیلی خیلی مورد توجه اوست و من شمای تعجبم نیست. من تو موقعی هم که پس اومدم نگاه کردم دیگه زده نشدم وقتی که دیدم که در واقع استفادهش از اون 10 برابر بیشتر از مولاناست. و همینطوره که میگی، یعنی در واقع متابعت محمد هست و حتی جای دیگه ای هم کم برده میگه که چه زهره داشت که برگشت گفتش، که باز اینو ظاهرا در مورد ابن عربی میگه. ما 100% مطمئن نیستیم، این به هر حال مبهمه، یکی که همه جا وقتی ذکری از شیخ محمد میکنه این محمد در واقع ابن عربی باشه، یک جایی هستش که به روشنی از ابن عربی نام میبره و خصوصا که میگه او کوهی بود، اینطور بود، اینطور بود. ولی در موارد دیگه به هر حال گاهی اوقات این محل سواله. ولی خب اون کسی که این چنین در موردش با این تعظیم صحبت کنه احتمالاً هم غیر از ابن عربی نباشه، مخصوصا که از نظر تاریخی خب خیلی نزدیک. و گویا همون در مورد او هم یه جای دیگه میگه که او چه زهره داشت که میگفت محمد تازی چنین میگوید و مثلا من چنین گفتم. بعد و این دعوا و گرفتاری که به راستی با بایزید بسطامی داره همین سر همینه، یعنی میگه که چطور این متابعت محمد نمی کنه. منتها ما باید به این قضیه هم توجه کنیم، حالا حداقل از نظر من، که این همه حاصله در واقع یک بینش بوست و اینکه اساسا همه این شناخت از آدمی برمیاد، یعنی در واقع از انسانه، یعنی اون قطب رو یا اون رو در واقع نقطه محور رو میذاره بر شناخت، یعنی بر شناخت محمد، حاصل تجربه اوست، حاصل تجربه مکاشفه محمد پیامبر. و حتی اینو در مورد قرآن مطلقا نمیگه، شما نگاه بکنید در مورد قرآن اصلا یه همچون نگاهی نداره. حتی یه جایی ازش که مثلا فرض کن خیلی محمد چیزایی است که میگه که
یه جایی میگه که عارفان قرآن سخت در تنگنا هم، ولی عارفان کلام در تنگنا نیستن. میگه که این قرآن یک مثلا رشحه است، مثل همون چیزی که مولانا جای دیگه میگه، میگه که عطاری در کاغذ پاره چیزی نوشت و داد، همه علم عطار اونجا نیست. یعنی خیلی آزادی عمل قائل برای خودش در مورد قرآن، ولی در مورد محمد خب به راستی معتقده که باید از اون تجربه روحانی او پیروی کرد، در این حال که در ظاهر هم به حال احترام رو نگه داشت و بر از او به هر حال در متابعت او بود. این کلمه متابعت به یک شیوه خاصی به کار میبره که به هر حال هم به معنای روحانی است، هم به معنای تا حدی به هر حال خوب. چطور بگیم، در واقع به هر حال ظاهری هم داره، یعنی از او فراتر نرفت. سخت این رو به راستی آدم بتونه خوب تبیین کنه. در این حال همه اون چی که او گفته در مورد از محمد به میراث رسیده و این خیلی مهم بوده، اساسا همه اون چی که از محمد به میراث رسید نه از دیگران. و اینی که نگاه بکنیم ببینیم که تقریبا اصلا پروا نداره کوچیک تا بزرگ، همه کس و هر کسی رو به واقع بخواد نقد کنه مطلقا، و برای خودش هم همچون جایگاهی قائله که بتونه همه رو نقد کنه. تنها کسی که بر متابعت او میمونه محمد. آره، یعنی نکته‌ای که شما وسط صحبتت اشاره کردید نسبت قرآن اینا، اینجوری که من میفهمم قرآن رو فرع میدانه واقعا، یعنی برخلاف عموم مسلمانایی که موقعی که درباره سنت صحبت میکنن، درباره متن مقدس یا قرآن صحبت میکنن که با تعظیم ازش یاد میشن، در برابر خود محمد قرآن اصلا چیزی حساب نمیشه. شما نمیتونی به قرآن ارجاع بدی و محمد رو بر اساس قرآن داوری کنی، در حالی که خود قرآن یه چیز بی اهمیتی در برابر شخصیت محمد. یعنی موقعی که شما در متابعت محمد باشی، این قرآن شما هر کاری میتونی باهاش بکنی. این فهم من از ماجرای متابعت اونطور اینجوری بود. یعنی به واقع همونطور که خود مولانا میگه هست، قرآن حالهای انبیا. ببینید در واقع قرآن چیزی نیست جز یک جایی که احوالات محمد در او متجلی شده، و به این معناست که در واقع فرع اوست. آره، به این معناست که فرع اوست. بنابراین میتونست اینطور باشه، میتونست جور دیگه‌ای باشه و میتونست شکل دیگه‌ای داشته باشه، و خب واقعیت اینه که این خیلی آزادی عمل میده همچنان به حتی امروزه. از این منظر خیلی خیلی مهمه، چون وقتی شما به تجربه روحانی یک کسی توجه کنی، خیلی متفاوته تا به یک متن خاص که دیگه و سعی کنی همش در واقع در قله هاش اون متن بگردی، که خب اون متن به هر حال یک محدودیت هایی داره. خب از میان حاضران اگر کسی سوالی دارد میتونید الان سوال ادامه بدید، از سابقان و لاحقان هر کسی که در جمع هست. گویا سوالی من نمیبینم اینجا. خب اگر سوالی نیست جلسه رو پایان میبریم. اینجا من یک توضیحی عرض کنم که این برنامه ضبط شده، در فیسبوک همچنان باقی است، این رو در یوتیوب هم آپلود خواهیم کرد و فایلش در دسترس خواهد بود. اونها که در جمع حاضر نبودند که ذوق و حضور رو بچشند، در غیبت میچشند. یه دستی رفته بالا اینجا من ببینم، آقای نوذر آقاخانی، شما میخواید سوالتون رو بپرسید بفرمایید. سلام علیکم، خیلی متشکر که از مجید سلیمانی مجید جان تشکر میکنم برای این صحبت رو کرد. نه سوالی نبود، فقط تشکری بود از این برنامه که بود، و یک نکته جزئی خیلی جزئی در مورد همین متابعت و صحبتی که شما کردید. من فکر میکنم که اون نکته که خیلی مهمه اینه که شاید هم یکی از دلایلش این بوده که ما همیشه شمس رو به عنوان یک به اصطلاح آدم بی سوادی معرفی کرده بودن، ولی خب وقتی که مقالاتو میخونید به این دانش حداقل ظاهریش پی میبرید، ولی هم در شمس هم در مولانا چیزی که به اصطلاح نکته محوریه پافشاری و به اصطلاح محوریت و سندیت تجربه شخصیه، و تمام این صحبتهایی که شمس میکنه چندین بار، حتما خودتون بهتر از من میدونید، هم آقای محمدپور هم مجید جان، که میگه مثلا یه جمله خیلی معروف که حتی ما صحبتی هم در موردش کردیم در مورد ترجمه فرانسه که یکمی نامفهوم ترجمه شده، اینه که
من مرا رساله محمد سود ندارد. یعنی با اینکه این همه از محمد توضیح میتونید، البته میشه گفت شاید این محمد کسی دیگه بوده و حضرت محمد نبوده، ولی معتقد به هر حال که تجربه محمد هم تجربه محمده و تجربه خود انسانه که سندیت داره. در مورد قرآن هم همین حرفو میزنه، میگه من قرآن رو قبول دارم چون از زبان محمد جاری شده. یعنی باز اینجا شخصیت انسانی و تجربه شخصی و محوریت بهش میده و متابعت هم اون وقت میگه که پا گذاشتن جای پای محمد. یعنی میگه متابعت محمد اینه که اگر محمد معراج رفت تو هم معراج بری. وقتی این عمل انجام شد اون وقت تو میگی من متابعت چیزی کردم. حالا چرا دلیلی میاره که باب ابو با یزید مخالفت داره و مخالفت میکنه؟ احتمالاً هر کسی توضیح برای خودش داره. شاید یه مقدارم به دلیل همون صحبتی بود که اول مجید کرد و همون توضیحی که عرفای دیگه در موردش میدن. همین یه دو کلمه بود میخواستم در مورد متابعت و محوریت تجربه شخصی در شمس و در مولانا بدم، که با اینکه یک اصطلاح وقوفی به تمام علوم اون زمان، حالا علوم رسمی اون زمان داشتن، ولی اون چیزی که براشون مهم بوده اون تجربه شخصی و تجربه روحانی شخصی بوده. متشکرم. خیلی ممنونم نوذر عزیز، لطف کردی واقعا. گفت ترجمانی هرچه ما را در دل است، دقیقا همون نکاتی که من مقصود داشتم بگم. ولی گاهی اوقات خب آدم گاهی اوقات حضور ذهن نداره یا ذهنش درگیره، ولی دقیقا البته اینم به خدمت دوستانم بگم که من واقعا این بخت رو داشتم، خوشبختانه که با نوذر همزمان ما در واقع به صورت هفتگی هم متن مقالات شمس رو میخونیم و مقایسه میکنیم با ترجمه فرانسوی اون، و خب البته که برکات خیلی زیادی هم داره، به خاطر اینکه هم به خاطر اینکه مزایقی که در فوشکور باهاش روبرو شده و در عین حال برداشت او چه بوده و ما خودمون چی فکر می‌کنیم در هر جایی، و بسیار بسیار مفید بوده و گاهی اوقات هم توی میان خیلی چیز نکات دیگری هم پیدا میشه. ممنونم نوذر جان. خب جلسه رو دیگه رو به پایان میبریم. خیلی ممنون مجید جان، بسیار بسیار جلسه پرنکته و پرباری بود، خیلی روشنگر بود، و دوستانی که در اینجا حاضر نیستن همچنان عرض میکنم که فایل ویدیویی هم در فیسبوک موجود است، هم میذارمش در یوتیوب که بعداً سر فرصت دوستان بتونن با حوصله ببیننش، و احتمالاً اگر بتونیم فایل اسلاید ها رو به صورت مستقلی هم کنار ویدیو بیاریم اون هم اضافه خواهم کرد که با کیفیت بهتری بشه دیدش. خیلی ممنونم، وقت همگی خوش. مجید جان خیلی سپاسگزار. شب بخیر. قربان شما. همچنین از همه دوستان ممنونم. خوب از دوستان. شب بخیر. خدا.